با بالا گرفتن بحث فیلترینگ تلگرام در ایران واکنش شما چه خواهد بود؟ آیا از پیام رسان ایرانی استفاده میکنید؟ همزمان با خروج رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقامات ایران از پیام‌رسان تلگرام گمان زنی‌ها برای فیلتر شدن این اپلیکیشن قوت گرفته. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه فراکسیون مجلس از فیلتر شدن تلگرام در آغاز اردیبهشت خبر داده بود. مقامات در ایران میگن که تلگرام آغازی است برای بسته شدن تمامی پیام‌رسان‌های خارجی و البته جایگزین کردن پیام‌رسان‌های داخلی. بله، ویسپی، آیگپ و سروش نام برخی از این اپلیکیشن هاست که حکومت اونها رو مد نظر داره تا جایگزین تلگرام کنه. اما این پیام رسان ها چقدر ایمن و حافظ منافع کاربرانشان هستن؟ موضوعی که این روزها به یکی از بحث های داغ کاربران در شبکه های اجتماعی تبدیل شده و البته در طی چند هفته گذشته برخی کاربران با نفوذ به این پیام رسان ها از ضعف امنیت حفظ اطلاعات کاربران خبر دادن. حکومت اما در تلاش با طراحی و رنگ‌بندی قشنگ‌تر و البته فراهم کردن دسترسی به برخی از امکانات نظیر مدیریت کارت‌های بانکی یا پرداخت قبوض کاربران بیشتری رو به سمت این پیام‌رسان‌ها جذب کنه. بذارید بخش از صحبت‌های رسول کاظمی، بنیانگذار آیگپ، یکی از این پیام‌رسان‌های داخلی رو با هم بشنویم. مثلا فردا کسی مجرم بشه، از ما تنها چیزی که میخوان اینه که آقای ایکس آی پی آدرسش چیه، تلفنی که باش ثبت نام کرده چیه، چه زمانی با کی صحبت کرده. ما اینو میتونیم بدیم ولی بیشتر از این نداریم که بدیم. این بله صحبت های یکی از بنیانگذاران یکی از این پیام رسانا بود و البته سعید رضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی که اعتراف میکنه که پیام رسانه داخلی رو میشه راحت کنترل کرد. درست سروش چون سرورهاش در ایران هست ما یه کنترل های خاصی میتونیم بکنیم. بله، پیام رسان پرطرفدار تلگرام در ایران بالغ بر 40 میلیون کاربر داره، در حالی صحبت از فیلتر شدن اون میشه که به ابزاری برای برخی در خرید و فروش و کسب درآمد بهتری از شهروندان تبدیل شده. به هر سو این موضوع رو با شما بینندگان برنامه روی خط امشب در میون میذاریم که به نظر شما دلیل مخالفت مقامات ارشد ایران با تلگرام و تلاش برای جایگزینش با پیام‌رسان‌های داخلی چیه؟ اگر از کاربران اپلیکیشن هستین در صورت فیلتر شدن تلگرام چه کار می‌کنید؟ آیا شما هم به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد دارید یا خیر؟ و توضیحاتتون رو میشنویم. اما برای اینکه در برنامه همراه ما باشید نیاز دارید که راهی ارتباطی برنامه رو بدونید که بهروز برامون میگه. بله ببخشید اگه براتون تکراری، اما فقط برای اونهایی که تازه به جمع بینندگان برنامه روی خط پیوستن یه مرور کوتاه بکنم. 202 205 26 54 شماره تماس ماست. علاوه بر این میتونید از طریق اسکایپ هم با ما تماس بگیرید یا اینکه در پیامگیر اتوماتیک پیام بذارید. مثل همیشه در فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا هم ما حداقل 4 بار موضوع برنامه رو اعلام کردیم. اونجا کامنت زیادی به دستمون رسیده، بازم فرصت هست که کامنت بذارید. و سرآخر تلگرام، همین موضوعی که امشب دربارش صحبت میکنیم، یک راه ساده پیش پای شما گذاشته. هنوز تا زمانی که فیلتر نشده سند وی او ای رو جستجو کنید در نوار جستجوی تلگرام. این آیدی تلگرامی صدای آمریکاست. میتونید از اون طریق برای ما تا ساعت 9 هر شب فایل صوتی و تصویری بفرستید. بعد از اون، یعنی الان که فرصت تمام شده، فقط میتونید به صورت نوشتاری در بحث مشارکت کنید، یا اینکه اگر داخل ایرانید و نمیتونید شماره ما رو بگیرید، کافیه شمارتون رو برای ما بفرستید. من بهروز صمدبگی هستم همراه شما در برنامه روی خط. از بینندگانی که تماس میگیرم پرسیده خواهد شد که در صورت فیلتر شدن تلگرام آیا شما به پیام رسانهای داخلی و پیشنهادی حکومت اعتماد میکنید؟ برنامه رو با محمود از قزوین آغاز میکنیم. آقای محمود سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بفرمایید که به نظر شما دلیل مخالفت حکومت جمهوری اسلامی ایران با
باز بودن و آزاد بودن تلگرام در ایران چیه؟ چرا تلاش میکنن که اون رو فیلتر کنن؟ سلام خدمت آقای سیگار. چی بگم؟ درود به شما. والا دلیل عمدهش اینه که اینا با آزادی بیان اینا، وگرنه فکر نکنم هیچ مشکلی داشته باشه تلگرام. خب آقای محمود، خود این افراد در طی روز، به خصوص در طی یک ماه گذشته، میتونم بگم چه در خبرهاشون در اخبار جمهوری اسلامی، چه انیمیشن ها و تبلیغات گسترده انجام دادن در مورد اپلیکیشن های داخلی، مثلا به ویژه مثلا سروش رو میتونم مثال بزنم، و خیلی مانور دادن در مورد اینکه آقا آزادی وجود داره، حریم خصوصی افراد رعایت میشه. آیا شما میتونید اعتماد کنید به این پیام رسان های داخلی؟ نه فکر نکنم. شما یه چیز دیگه تلگرام خوبی که داره، شما یه شماره تلفن میدین بعد یه کد برای شما ارسال میشه، ولی پیام رسانه داخلی هم چیزی نیستش. و فکر کنم مردم استقبال نکنن. الان یه سری از مسئولین، همین وزیر ارتباطات، اینا میگفتن که مردم ها مشکلی ندارن، اصلا تلگرام جایی نیست واسه اشتغال. دستوری مثلا اینو قبول ندارم. شما الان خیلی با آن هم عقیده هم پشت شیشه مغازه ها، پوش ها، از قبیل نمیدونم آرایشگاه، همه به شماره یه حالت آیدی تلگرام باشه واسه جذب مشتری، واسه بیشتر درآمد بیشتر، و فکر کنم خیلی به اینا ضربه وارد بشه. خب محمود، یه بحث دیگه ای که مطرح هستش اینه که ما در ایران تقریبا 40 میلیون نفر کاربر داریم که از تلگرام استفاده میکنن. آیا این 40 میلیون نفر نمیتونن تشخیص بدن که صلاحشون چیه، از چه اپلیکیشن باید استفاده کنن، که حکومت که خودش تا دیروز از رهبر جمهوری اسلامی که تا سایر مقامات در این اپلیکیشن، یعنی پیام رسان تلگرام، عضو بودن، اما به یک باره میخوان اون رو برای مردم قدغن کنن؟ والله من اول اینکه درود میفرستم به خانم ترانه علیدوستی و چند تا از بازیگرای سرشناس که امروز واقعا اعتراض کردن، و یکیشون هم همین خانم ترانه علیدوستی به آقای جهانگیری الان یه توییتی کردن که آقای جهانگیری شما نبودین که مگه میگفتین ما هیچ موقع این کارو نمیکنیم، الان چی شده که عقیده مردم واسهتون مهم نیست؟ و فکر کنم اینا یه حالت با هم بودن و دستیسه توش داره، و مردم ما هم فکر کنم عین روسیه با حتی با فیلتر شکن هم بتونم با از تلگرام استفاده کنم، حتی اگه فیلتر هم بشه. بله، سپاسگزارم از شما آقای محمود از قزوین که همراه ما بودی. من در لیست نگاه میکنم، تقریبا بینندگانی که تاکنون همراه ما هستن گفتن که هیچ اعتمادی به پیام رسانه‌های داخلی نداریم. بعد نیست از اون ورم نظر داشته باشن، اگر فکر میکنید که پیام رسانه داخلی در واقع مطمئن هستن، میتونید به شما هم نظرتون رو بگید. پیام هم از طریق تلگرام دریافت کردیم، پیام صوتی که اون رو با هم بشنویم و برمیگردیم با بهروز و نظرات کاربر. دلیل مخالفت سران جمهوری اسلامی با تلگرام و پیام رسانه‌های خارجی اینه که جمهوری اسلامی رو فقط همین محدودیت ها سرپا نگه داشته و با پیام رسانهای داخلی میتونه مردم رو محدود کنه، میتونه نظارت داشته باشه، کنترل کنه و مو به مو هر آنچه که بین مردم جابجا میشه رو ببینه و بخونه. جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی نگران این موضوع هستن فقط، نه امنیت مردم، نگران امنیت اطلاعات مردم نیستن، نگران خودشونن. میبینن که روزانه چقدر کلیپ و چقدر اخبار از دست ایرانیان به چشم و گوش و دست جهانیان میرسه و منتشر میشه، و با پیام رسانهای داخلی میتونن این موضوع رو به طور کامل و دقیق و مو به مو کنترل کنن و این محدودیتی که دوست دارن رو ایجاد کنن. به همین خاطره که با تلگرام و پیام رسانهای خارجی مخالفن. امشب فایل صوتی خیلی زیاد داریم، سعی میکنیم که هرچی بیشتر فایل های صوتی شما رو پخش بکنیم، اما قبل از اینکه دو تا فایل صوتی رو با هم بشنویم یه سری به کامنت ها بزنیم. جالب امروز به خاطر اینکه موضوع برنامه تغییر کرد، یه خورده دیرتر از حد معمول ما پست ها رو در فیسبوک و اینستاگرام گذاشتیم، اما باز صدها کامنت گرفتیم، صدها نظر در تلگرام گرفتیم. میتونم به جرئت بگم حتی 5 نفر هم نگفتن که در صورت فیلتر شدن تلگرام میرن از پیام رسان داخلی استفاده میکنن. همونطور که افشار گفت، اگر شما به پیام رسان داخلی اعتماد دارید بیایید بگید، از دلایلتون بگید، شاید بقیه هم آشنا بشن با این دلایل. یک کامنت فقط من بخونم و بریم سراغ
دو تا فایل صوتی که بهتون گفتم، شاهرخ میگه که اگر تلگرام رو فیلتر کنن یا به هر نحوی جلوی دسترسی بهش رو بگیرم، من حاضرم از فضای مجازی خداحافظی بکنم اما از پیام رسان داخل استفاده نکنم. ذات حکومت دیکتاتوری، خودرایی و مخالفت با مردم است. هر چی مردم میخواد اون میگه برعکسش. حکومت میخواد مردم مثل گوسفند مطیع و فرمانبردار باشه. علت مخالفت با تلگرام هم همینه که مردم یک چیزی رو علاقه دارن و راحت دسترسی به اطلاعات دارن، راحت میتونن با هم در تماس باشن. تمام دزدی‌ها و غارتگری‌های حکومت برملا شده. علتش همینه که تلگرام هم حاضر نیست اطلاعات اشخاص رو لو بده. برای همین با تلگرام مخالفم و میخوان اونو فیلتر کنن. اگه تلگرام فیلتر بشه که وضع ما از این که هست بدتر میشه، چون ما اندک درآمدی هم که داریم از همین تلگرامه، از طریق فروش‌های اینترنتی و اینا. بعد خدا رو شکر که دارن ضد فیلترش میکنن و ما هم از این موضوع خیلی خوشحالیم و شخصا من بنده که مهندس کامپیوتر هستم اپلیکیشنی امن‌تر از تلگرام تا الان ندیدم. بله، نظرات رو شنیدیم. تاکنون همه به نوعی مخالف این تصمیم هستن که حالا خوشبختانه تاکنون صورت نگرفت، ولی صحبت‌ها از جدی‌تر شدن این تصمیم حکایت داره. آقای اردشیر از ایران همراه ما هستن. آقای اردشیر سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. بشنویم صحبت‌های شما رو درباره اینکه چرا مقامات در ایران با تلگرام اینقدر مشکل دارن و میخوان فیلترش کنن. درود بر شما آقای سیگاچی و درود به همه همتون هم در سراسر جهان. سپاسگزارم. من دو تا دلیل عمده به نظر شخصی من که باعث میشه اینا تلگرام رو فیلتر بکنن، نظر من اینه. یکی اینه که این انحصار رسانه با از طریق تلگرام شکسته شد. و براشون مثال میزنم. یکی اینه که شما حساب کنید یه دونه مثلا یه نفری بمب خودش میبست، میرفت خودش رو میترکون زن بچه مردم رو چیز میکرد میکشت. اینا میومدن به عنوان شهادت طلب به ذهن مردم که آقا به زن بچه مردم کجا این آقا شهادت طلبه. یکی اینکه انحصارا شکسته شد. یعنی من نوعی میتونم یه پیامی تلگرام بذارم که کل ایران اینا و کل دنیا اینا بشنوه که اینا قبلا این محدودیت ها بود که ما نمیتونستیم حرفمون رو بزنیم. بلد. یک دلیلش اینه که انحصار رسانه شکست شد. دو اینه که آگاهی مردم داره میره بالا و خصوصا ضربه به اعتقادات، یعنی اینایی که تو اعتقادات مردم بازی میکردن مردم آگاهی پیدا کردن. براشون مثال میزنم. یکی اینه که مثلا شما آخوندی میومد بالای منبر یا فلان میگه آقا بیا خمس بدین، خمس بدین، یک پنجم مالتون رو سالانه ماهانه بیارین به ما بدین، ما عالم دین هستیم و فلان. خب چند تا روشنفکری هستن الان مدرن میگن آقا شما دلیل سند اینو من میگم در کجای قرآن چیزی مثل خمس اومده؟ در واقع کلا بحث افزایش آگاهی مردم از طریق این بحث مطرح. یه پرسش دیگه هم که مطرح است آقای اردشیر، این پیام رسان های داخلی چی میتونید بهشون اعتماد کنین؟ قابل اعتماد هستن برای شما؟ این اعتماد ندارن. اگر کسی از پیام رسان داخلی استفاده بکنه، یعنی همین مطالبی که تو این تلگرام معمولی میذاره حتما زندانی میشه. بذار اردشیر شما رو با خودمون همراه نگه میداریم. من در لیست میبینم که آقای مشایخی از مرکزی امر، از استان مرکزی امر ما هستن که ایشون موافق استفاده از پیام رسان های داخلی هستن. آقای مشایخی، شنیدیم صحبت‌های اردشیر رو که اشاره می‌کرد که حکومت با این در واقع شکسته شدن انحصاری بودن رسانه‌ها در ایران شاید یکی از دلایل اصلیش باشه که با تلگرام مشکل داره. نظر شما رو بشنویم. بله، سلام عرض می‌کنم. ببینید، دشمن خیلی وقت از طریق شبکه‌های ماهواره و شبکه‌های اینترنت به دنبال سرنگونی نظام مقدس ما و طبیعیه که نظام همچنین واکنشی نشون بده، دست و بال دشمن رو ببنده. خب آقای مشایخی، پرسشی که پیش میاد با توجه به کارنامه‌ای که ایران داره در رتبه آزادی اینترنت، در رتبه آزادی بیان، در داشتن بزرگترین زندان روزنامه نگاران یا مباحث اینچنینی که کارنامه خیلی خوبی نیست، در تمام اینها یا در رتبه اول است یا در قرار جدول قرار گرفته، چه تضمینی شما دارید که موافقین هستید که مردم در این پیام رسان ها مطالبی که منتشر میکنن منجر به برخورد با اونها نشه؟ خب اگر برخورد مردم یه برخورد خصمانه نباشه، لزومی نداره حکومت باشون برخورد کنه. یعنی در تلگرام این صورت گرفته، یعنی الان مثلا 40 میلیون کاربر ایرانی که از تلگرام استفاده میکنن متوجه نمیشن چی کار دارن میکنن، فقط سران حکومت این رو درک میکنن و میفهمن؟ خب
خب معمولا اینطوریه، مردم درسته که همیشه در صحنه هستن، منتها خب بیشتر اوقات باید امام خمینی دستور بده براشون روشن کنه که چی کار کنن. و الان من احتمال میدم که امام خمینی که بیرون رفتن 40 میلیون کاربرم بیرون برن از تلگرام. باش. البته این رو آقای مشایخی بگیم که مثلا در مورد تلگرام گفته میشه که آقای خامنه‌ای 1 میلیون مثلا عضو داشته کانالشون، در حالی که الان به سروش رفتن حدودا گفته میشه که 140 هزار نفر در واقع ایشون رو در اونجا دنبال میکنن. اما یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم. پس شما گفتید که سران حکومت راهنما و در واقع مدیر مردم هستن که اونها رو هدایت کنن، درسته؟ آقای مشایخی؟ بله بله. و سوال پایانی که من از خدمتتون دارم اینه که در طی 40 سال گذشته ما در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه بیکاری، در زمینه گسترش فقر، در زمینه آمار طلاق، در مورد آزادی‌های سیاسی اجتماعی یا بحث اختلاس‌ها یا بحث بازداشت‌ها و زندانیان سیاسی، روز به روز ایران شرایط بدتری رو پیدا کرد. تمام اینها رو شما معطوف هست می‌دونید به نفوذ دشمن در ایران. بله بله کاملا. خیلی ممنون از شما آقای مشایخی. آقای اردشیر رو اگر داریم که من پاسخ ایشون رو هم بشنوم به صحبت‌های آقای مشایخی. مثل که قطع شدم. بله، به گیلان بریم. آقای ناصر همراه ما هستن. آقای ناصر سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. صحبت‌های آقای مشایخی رو شنیدید، یکی از در واقع حامیان این طرح فیلترینگ تلگرام و البته موافق با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی. بفهمید. درود می‌فرستم به شما جناب آقای سیگارچی. درود باشه. به همکار محترمتون. سپاس. جناب آقای سیگارچی، من یه موضوع بگم، شاید بی‌ربط با این برنامه نباشه. یادم موقعی که ویدیو بود به جای سی دی، اتفاقا با چند از بچهای محله فیلم هندی رو گرفته بودیم که بشینیم. آخرای فیلم بود که ما خبر دادن سربازا با یک مامور درجه دار بیرون درم. من باور نمی‌شد 3 متر پشت خونه یکی از دوستان پریدن پایین تو درخت، لای درخت‌ها. که نگیرن. یادم نمیره که موهای بلند بچه محل منو توی یک از شهرهای گیلان گرفتنش، با قیچی طوری بریدن بنده خدا مجبور بشه. آقای ناصر، شاید چکیده تمام این مثال هایی که در طی دهه‌های گذشته رخ داد رو آقای مشایخی و طیف فکری ایشون در واقع بیان میکنن، که در واقع اونها فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی، سایر مقامات جمهوری اسلامی مدیر و مدبر هستن و مردم اون آگاهی لازم ندارن و اونها هستن که مسیر درست رو میدونن. این چیزی بود که آقای مشایخ مثلا ذکر کرد. تلگرام قد بشه به هیچ وجه از این چیزای فضای چیزای ایرانی استفاده نمیکنن به هیچ وجه، چون هیچ امنیت نیست. شما نگاه کنید، من وقتی الان به رسانه شما تماس میگیرم، الان من میدونم دارن خطامون رو رصد میکنن که کی با این رسانه تماس میگیره، کی نگیره، که بعد چه برخوردی باش بکنن. اگه اینقدر وقت میذاشتن واسه من جوان ایرانی، واسه ملت من و خدا قسم مملکت ما الان بهش بود. اینا اینقدر وقت واسه برنامه شما میذارن. خب این که آقای مشایخ، متاسفم واسه هموطنانمون که من خودم ایرانی ام دارم زندگی میکنم، توی مشکلات جامعه رو میبینم چجور بعضی از آقای مشایخ میان به این راحتی طرفداری حکومت میکنن. واقعا تاسف میخورم، به خدا قسم میتونم تاسف میخورم. ممنون از شما آقای ناصر. فقط پیش از این که به سراغ بهروز و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی، من میخوام یه اظهار نظری از رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات و مجری شبکه ملی اطلاعات در دولت آقای محمود احمدی نژاد که گفتگوشون برای سال 92 هستش، که در مورد رصد کردن که ناصر هم بهش اشاره کرد، گفته بود که نوعی طرز تفکر در میان کاربران و خصوصا قشر جوان جا افتاده که در صورت استفاده از خدمات و سرویس‌های بومی رصد میشیم و گفته از سوی کاربران نوعی ترس برای استفاده از این شبکه‌ها وجود داره. اما واقعیت اینه که تمامی فعالیت کاربران در واقع در هر جایی رصد میشه. خبرنگار ازش میپرسه که خب پس در واقع این با رصد شدن کاربران مخالفتی ندارید؟ فکر نمی‌کنید که این به نوعی تجاوز به حریم خصوصی اونها باشه؟ که ایشون در پاسخ میگه مطمئن باشید در حال حاضر هم کاربران و تمام فعالیت‌های آنان در فضای مجازی دیده می شود، منتها افراد نمی دانند که در حال رصد شده است. این اظهارات مربوط به سال 92، بهمن 92 هستش، که گفتن در دولت پیشتر از اون، یعنی در دولت آقای احمدی نژاد این کار انجام میشه و پیشتر از اون که حالا الله اعلم ما دیگه نمیدیم، ولی این اظهار نظر رسمیه که وجود داره. اما بریم به سراغ بهروز، نظرات کاربران رو بشنویم اونجا ببینیم به چه صورته. بله، همونطور که گفتم فایل صوتی امشب زیاد داریم، از شما اجازه میخوام که این بخش رو فقط به فایل‌های صوتی اختصاص بدیم. اما
یه خواهش تکراری، لطفاً بعد ساعت 9 فایل صوتی نفرستید، چون نمیتونیم پخش کنیم. همین الان از ابتدای برنامه چندین و چند فایل صوتی گرفتیم که امکان پخشش رو نداریم. بریم این سه تا فایل صوتی رو خیلی کوتاه هم با هم بشنویم. من شخصاً هیچ اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی ندارم و مطمئن هستم که اطلاعات سپاه اینا رو کنترل میکنن و امنیتی نداره، جدا از اون کیفیت هم نداره. بنابراین 5 6 تا فیلتر شکن دارم، خودم مجهز میکنم به انواع فیلتر شکن‌های خوب و همین تلگرام رو ادامه میدیم تا روز سرنگونی این حکومت. حاکمیت ایران از تلگرام به شدت وحشت داره، به خاطر اینکه میتونه اعتراضات رو شکل بده و در ضمن میتونه به مردم اطلاع رسانی بکنه و همیشه حاکمیت از این میترسیده که مردم بخوان آگاه باشن و بخوان حقوق خودشون رو مطالبه کنن. حتی اگه لازم بشه ما با دود و با کفتر نامه بر به هم اطلاع رسانی میکنیم، ولی به هیچ عنوان وارد پیام رسانهای داخلی ایران نخواهیم شد. این خیلی واضح و مشخصه. بله، تلفن ها رو ادامه میدیم با آقای بهمن از از تهران امروی ما هستن. آقای بهمن، گفتید که به پیام رسان داخلی در واقع اعتماد ندارید، میشه در مورد دلیلش صحبت کنید برای ما؟ با درود خدمت شما. درود بشه. باید بگم که کارنامه این نظام خیلی روشنه که این عدم اطمینان رو میتونه ثابت بکنه. ببینید چه کشورهایی دارن به حساب حالا بر علیه فضای مجازی کلن جفه میگیرن؟ کره شمالی که اصلا اینترنت رو تو کشورش راه نداده، بعد از اون ایران و روسیه هم که چند روز پیش با حکم دادگاه کلن تلگرام رو فیلتر کرده. این حکومت ها و سیاست مداران میترسن که در بین مردم خودشون محبوبیتی ندارن. اینها شب و روز میترسن از این که واقعا شاید حکومتشون به باد بره و این بیشتر از هر چیزی اینو ثابت میکنه که بودن حکومت‌هایی مثل حالا امریکا، بریتانیا و سازمان ملل، NGO‌ها، اینا خیلی اینجا نقششون پررنگ‌تر میشه که اینجور دولت‌ها و دیکتاتوری‌ها خیلی اثر رو به ملت خودشون تنگ نکنن. اگه ترس از اینجور به حساب حکومت‌ها نبود، مطمئن باشین روز هزار دفعه ما مردم آرزوی مرگ میکردیم. و برای اون شرکت کننده قبلی شما این پیام رو دارم که ملت ایران خودش به اون بلوغ فکری و عقلی رسیده که بخواد که آیا از تلگرام حالا خارج بشه یا نشه. حالا بهمن، بذار دوباره به تو من برمیگردم. بیننده ای داریم از کارشان که موافق هستش و میتونه به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد کنه، آقای احسان از کارشان. احسان، بهمن معتقده که کارنامه جمهوری اسلامی و البته در واقع نشون دهنده اینه که نمیشه به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد کرد و دلیل رو هم گفته که میخوام فیلتر کنه، اینه که حکومت میدونه که جایگاه مردمی نداره. میشه برای ما بگی شما چرا به پیام رسانه‌های داخلی اعتماد میکنی؟ الو، صدای من پخش میشه؟ خواهش میکنم آقای احسان. بله، ببینید خیلی از پیام رسانه‌های دیگه‌ام امنیت چندانی ندارن و قبل از این فیلتر شدن یا اطلاعات محرمانه‌ای که بوده منتشر شده، مثل حتی ایمیل که اونقدر امنیتش بالاست، بارها توسط ویکی‌لیکس ایمیل‌های اردوغان. الان ویکی‌لیکس رو اگر یه برنامه، احسان جان، آقای احسان با شما صحبت میکنیم، ویکی‌لیکس رو اگر یه وقتی برنامه گذاشتیم حتما راجعش میپردازیم. الان شما گفتی به پیام رسان داخلی اعتماد داری، بیننده قبلی گفت کارنامه نظام طوری بوده که نشون میده که نمیشه به اینها اعتماد کرد، شما میگی من اعتماد میکنم. ما میخوام بدونیم شما چرا، چی باعث شده که اعتماد کنید؟ ببینید دو تا بحث جداگونه، اینکه اطلاعات قابل دسترسی نیست، اطلاعات شخصی، و اینکه آیا از اطلاعات شخصی افراد استفاده میشه و توی دادگاه علیه اونا امکانش هست که استفاده بشه،
من میگم که اطلاعات دسترسی پیدا میکنن توی پیام رسان داخلی، ولی طبق قانون نمیتونن از این اطلاعات شخصی علیه فرد استفاده کنن. آقای احسان، من یه سوال از شما دارم. ستار بهشتی رو میشناسید؟ بله بله. میدونید چه سرنوشتی داشت؟ چی شد؟ بله، تا حدودی در جریانم. خب ایشون یه وبلاگ نویس بوده، انتقاد داشته به حکومت، انتقاداتشون رو در وبلاگ تو وقتی فضای عمومی انتشار پیدا کنه فرق میکنه تا اینکه توی بخش خصوصی باشه. وقتی انتشار عمومی پیدا میکنه اونا توی روزنامه اگه طبق قانون یک سری محدودیتایی داره، اگه مثلا خلاف نظام حرفی زده بشه باش برخورد میکنن. خب این دیگه حالا قانونه، کاری ندارم. احسان جان، آخه نمیشه که شما اینجا که تفکیک بکنی بگی این تو بخش عمومی بوده اون تو بخش خصوصی مشکل نداره. مثلا ما در مورد بخش خصوصی اگر بخوام اشاره کنیم، خب مردم تو خونهشون مهمونی اگر بگیرن، یعنی پلیس نمیره تو خونه مردم بازداشت کنه؟ نه ببینید برادر من، اطلاعات خصوصی فرق میکنه با اون چیزی که توی فضای عمومی منتشر شده. یعنی شما مطمئنه که بس اگه کسی از پیام رسان داخلی استفاده کنه، بخواد به حکومت انتقاد کنه، به علیه حکومت باشه، منتقد حکومت باشه، مشکلی براش پیش نمیاد؟ هیچ مشکلی براش پیش نمیاد چون طبق قانون نمیتونه. آخه احسان، ما اگر این رو توی یک کشور بیه که رسانه‌ها آزاد باشن، صدا و سیما انحصاری نباشه، روزنامه‌نگار زندانی اینقدر نداشته باشه، وبلاگ نویس زندانی اینقدر نداشته باشه، افراد به خاطر عقیده‌شون نمرده باشه، میشه پذیرفت؟ من بحث رسانه رو نکردم، من گفتم که توی رسانه محدودیتایی وجود داره و قوانین تا حدودی سفت و سختی هم هست. پس شما هم تا حدودی مثل آقای مشایخی بس فکر می‌کنید که این 40 میلیون اینو متوجه نمی‌شن که از چه اپلیکیشنی باید استفاده کنن، درسته؟ بله. الان 40 میلیون کاربر داره تلگرام، درسته؟ درسته بله. پیام انقلاب این بود که حرف باید حرف مردم باشه، درسته؟ درسته بله. خب پس این 40 میلیون کاربر الان کجا قرار گرفتن؟ کجای این معادله هستن؟ خب ببینید، حکومت که نمیگه از پیام رسان استفاده نکنید، توی شبکه اجتماعی حضور نداشته باشید، اون همه شبکه اجتماعی دیگه که میتونه استفاده کنن. باش، مرسی از ممنون احسان، مرسی که امروز بودی. بریم بخش پایانی صحبت بهمن رو بشنویم درباره اظهار نظر احسان و بعد با بهمن خداحافظی کنیم. آقای بهمن سلام، روی بفرمایید بشنویم صحبتتون. در احسان اینو متذکر میشم، آن خانم گلوخ ایرایی رو چه حساب تو زندان هستن، ایشون به خاطر یک داستان منتشر نشده در زندان هستن و حکم بالایی گرفتن که تو زندان میمونن، و اگر که ایشون یا دولت ایران، حکومت ایران مشخصا اشکالی نمیبینه در این وضعیت، چرا اول به تلگرام این پیشنهاد داده که سروراشو بیاره در ایران و بتونه حکومت ایران به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه؟ اگر که براشون این قضیه دیگه ثابت شده است، از اول حکومت ایران این پیشنهاد رو داده که سرورها بیاد در داخل ایران. وقتی که تلگرام اینو قبول نکرد، بعد اقدام کردن به گزینه بعدی. اینو مشخصا گفتم که ایشون متوجه حرفشون بشن که واقعا 40 میلیون کاربر، این خودش مشخص میکنه که اون گفتم به بلوغ ذهنی و عقلی و اراده‌ای رسیدیم که انتخاب خودمون داشته باشیم و طرفداران روحانی اینو بدونن که دومین اولین نفر بعد از خامنه‌ای که تلگرام خودشو قطع کرد آقای جهانگیری بود، معاون اول روحانی. ممنون از شما آقای بهمن، مرسی. بذارید از اسکایپ هم خط بگیریم. آقای علی از شیراز از طریق اسکایپ هم برای ما هستن. آقای علی، گفتن که به پیام رسان داخلی اعتماد نداره. آقای علی، صحبت ها رو شنیدیم، موافقان و مخالفان رو، بشنویم اظهار نظر شما رو. آقای علی قطع شدن. به اسکایپ دیگری بپردازیم. آقای فواد از ایران هم روی ما هستن. آقای فواد، صحبت ها رو شنیدین، موافقان و مخالفان رو بشنویم دیدگاه شما رو. آقای فواد سلام میکنم جناب سیاچی عزیز، درود به شما، وقت بخیر شما، و خیلی خوشحالم که دوباره بستری فراهم کردید بابت این اپلیکیشن فوق العاده پرجنجال و خصوصا از شاید که به جان این آقایون افتاده، یعنی یه جوری حبوشون شده.
ببینید من یه نکته رو عرض کنم. من امروز یه کانالی بود که مرتبا داخلش رصد می‌کردم، کانال مربوط به خبر فوریه که خیلی از دوستان این کانال رو به اپلیکیشن‌هاشون نصب شده و از طریق تلگرام میتونن ببینن و اکثر ایرانی‌ها با این کانال آشنایی کامل دارن. من با داشت با تعجب تمام این کانال رو داشتم نگاه میکنم و با بغض‌زدگی دیدم که نرم افزار جاسوسی گذاشته برای آپدیت تلگرام که به این آقا من پیام دادم توی در از آیدیشون که هیچ جوابی من ندادن، از طریق شبکه من و تو در از این پیغام رو دادم که اینها هم جواب ندادن. من خیلی خوشحالم که روی خط حالا قسمتی بوده که این افشاگری انجام بشه. شما اینید آقای رئیس تلگرام به خاطر این بستری که فراهم کرده بودن برای تمام جهان و روسیه متاسفانه اومد تخطی کرد و فیلتر کرد تلگرام و بلافاصله آپدیت دادن رئیس تلگرام آقای پالودروف حضورتون هر شبش که شد 486 که امروز دیدیم که ایران هم میتونه از این ورژن استفاده کنه، آپدیت تلگرام رو. چون خودم کنم کار کامپیوتر اینترنت شبکه هستم، من دیدم که این شبکه بسیار، من چی بگم واقعا اسمش رو، یعنی من فکر رو نمی کردم اصلا اینها بخوان یه همچین حضورتون هر شبکه که به قولی جنایت بکنن در حق مردم ایران، بیان برنامه جاسوسی بگذارن داخل اپلیکیشنشون، داخل کانالشون و به نام تلگرام بدن بیرون. و اگر بشه اینو من از شما خواهش میکنم که آقای سیگارچی عزیز این کانال رو من از طریق روی خط اعلام نه اگر امکان داره تو همین حد که گفتید آقای فواد، مرسی، نظر شما بود. به هر حال ما این فرصت رو گذاشتیم که صحبتی که دارید مطرح کنیم. لطفا اشاره میشه به این که پیام رسان‌های داخلی چون مرکزش در ایران، سرورش در ایران هست، میشه کنترل کرد، نظرات رو خوند، صحبت‌های مردم رو خوند و خب کافی اگر حکومت اینقدر علاقه‌منده که صحبت‌های مردم رو بشنوه، یه روز اجازه بده که مردم به خیابون‌ها بیاد، به رغم اونچه که هر بار مردم اومدن سرکوب شدن. خب چه کاریه این که بخواید باز کنید فضای داخلی، بذارید پیام رسان داخلی بذارید و بعد برید دونه دونه سرکوب کنن. حالا به هر حال اون چیزی که برآورد کلی هستش. بریم به بهروز سر بزنیم، دوباره برمیگردیم چند نظر موافق و مخالف رو با هم مرور می‌کنیم. بله، آقای احسان از کاشان میگفتن که آزادی وجود داره که مردم از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان استفاده کنن، واتساپ زیاد داشته، بیننده‌های زیادی بهش واکنششون دادن. یه تصویری هم داریم از طریق تلگرام به دست ما رسید تا همکارانم اون رو آماده بکنن و من توضیحش رو بدم. من یه نظر بخونم. چندین و چند مخاطب به این اشاره کردن که آقای روحانی در انتخابات خیلی از تلگرام استفاده کرد برای پیروزی در انتخابات، بعدن هم چندین و چند بار گفت مخالف فیلترینگ، اما الان همونطور که یکی از بینندگان گفت معاون اولش همسو با رهبر جمهوری اسلامی داره از تلگرام میره و دستور میده که دولت دیگه از تلگرام استفاده نکنه. اما اون تصویری که از طریق سند وی او ای برای ما فرستاده شده، خانم فاطمه برای ما فرستاده و این یک تصویری از کتاب درسی پایه 11 هم هستش، همونطور که توش میبینید بهش یکی از تکالیفی که به دانش آموزان دادن گفتن برید یه دونه اکانت در شبکه های اجتماعی ایرانی باز کنید، بعد حالا یه سری درخواست ازشون داشتن، بعد بیاید اینو تحویل بدید و نمره بگیرید. و خانم فاطمه میگه که از این روش ها استفاده میکنن برای اینکه مجبور کنن مردم برن در پیام رسان‌های داخلی، وگرنه اگر اونا بهتره چه دلیلی داره که شما اصرار کنید برید در پیام رسان داخلی اکانت باز کنید. بریم دو تا ویدیو هم داریم اونا رو ببینیم، برمیگردیم به افشار تلفن. از هموطنان عزیزم من درخواست میکنم عاجزانه به هیچ عنوان از پیام رسان سروش یا نرم افزارهای داخلی استفاده نکنن، چون استفاده از این پیام رسان و امثال هم همانند اینه که شما امنیت خودتون رو به خطر میندازید. من خودم شخصا استفاده نخواهم کرد. تلگرام به دلیل اینکه حامی گردش آزاد اطلاعات و داخل اون کانال هایی هست که مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را مطرح میکنه، مورد هضمه مقامات قرار گرفته. من معتقدم به جای پاک کردن صورت مسئله ما باید مسائل را حل کنیم، چون حتی اگر تلگرام فیلتر هم شود مردم از روش های دیگر این اطلاعات را به دست می آورند و فیلتر کردن تلگرام به معنای اهانت به فهم و شعور مردمه، یعنی اینکه ما باید مراقبشون باشیم تا مردم فریب نخورند.
در ضمن پیام رسان‌های داخلی در سایه رقابت سالم باید مخاطبینشون رو زیاد کنن، نه با سرکوب رقبای داخلی و خارجیشون. بله، بریم به سراغ یکی دیگه از موافقان استفاده از پیام رسان داخلی بشنویم، نظر امیر رو از یزد که همراه ما هستن. آقای امیر بفرمایید که شما چطور شده که تونستید به پیام رسان داخلی اعتماد کنید؟ درود بر شما. درود بر شما. سلام بر حضرت آیت الله قدما امام خامنه عزیزمون. من به عنوان یه ایرانی به نرم افزار سروش کاملا اعتماد دارم، نه نرم افزار سروش، همه نرم افزارهای ایرانی اعتماد دارم و بهشون میتونم تکیه کنم. این یه مسئله هستش که رسانه‌های غرب و اروپا. حالا امیر یه سوال دارم، شما که میای تو برنامه میگید سلام بر مقام عظما فلان و فلان، طبیعتا میتونید به سروش اعتماد بکنید، این اصلا مشخصا برای شما هیچ مشکلی پیش نمیاد. اونی که مثلا مثال میزنم نخواد به مقام عظما سلام کنه، آیا اون هم میتونه انقدر راحت بیاد اونجا حرفاشو بزنه؟ خب اونم سلام کنن، مگه سلام کردن؟ نه سلام کردن نه، فراتر از سلام کردن. مثلا چی؟ مثلا انتقاد کنه به عمل کردی که حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته داشت، آمارهایی که هر روز از وخیمتر شدن اوضاع در ایران برای شهروندان داره از زمینهای مختلف. بله بله، عرض کنم خدمت شما، من خودم یکی از منتقدین مشکلاتی هست که مملکت داره. مثلا آقای روحانی میاد یه روز میگه من تلگرام فیلتر میکنم، یه روز میگه من نمیکنم. بله، چندی قبل من گفت فیلتر نمیشه، انگشت نبود دکمه فیلتر نمیره، اما امروز میخواد فیلتر کنه. خب من که قبلا منتقد بودم، زندونم رفتم. امیر یه مقدار بحث ما فراتر از دولته، چون بر اساس جمهوری اسلامی جوریه که همیشه یک رئیس جمهوری بوده، 8 سال سر کار بوده، 4 سال آخرش در واقع حامیان حکومت تونستن اون رو سرکوب کنن که به هر حال اینو اون فرد رو مبرا کنن، در واقع آقای خامنه ای رو مبرا کنه از آنچه که در کشور میگذره. این برای آقای خاتمی بود، برای آقای احمدی‌نژاد بود، برای آقای روحانی هم است. هیچ رئیس جمهوری دیگه در آینده هم بیاد از این قاعده مستثنا نمیشه. فردی میتونه بیاد به خود آقای خامنه ای انتقاد کنه؟ انتقاد کنن، ایراد نداره. مشکلی پیش نمیاد. نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان من خودم به عملکرد آقای روحانی 100 درصد منتقد ایشون هستم. ایشون هر روز یه دروغ میگه، طرفاً به قول خودشون خدعه میکنن. اصلا خودی کردن. خب یه سوال فقط دیگه امیر ازت بپرسم، از یکی دیگه بینندگانم پرسیدم، شعار انقلاب این بود که بیایید حرف مردم باشه و مردم در واقع حکومت داری کنن. الان حدوداً 40 میلیون نفر کاربر داره تلگرام، اما یه سری افراد که در رأس امور هستن تصمیم میگیرن که اون 40 میلیون نفر رو نادیده بگیرن و تلگرام رو ببندن. این به چه صورت داستان؟ بله، چون تمام 40 میلیون دوست دارن از تلگرام استفاده دارن استفاده میکنن. خب استفاده کنن و اگر ناراضی هستن، اگر واقعا ناراضی هستن، چرا نمیان تو خیابون اعتراض کنن؟ والا هر وقت که اومدن آقای امیر نفرمایید، این حرف همین دیما همین 3 ماه پیش بود، آقای امیر 25 نفر تو خیابون کشتی، 4000 نفر بازداشت کردن. بله دیما اومد، همین الان 4 روزه تو اصفهان دارن اعتراض میکنن. 3 روز الان دیروز پریروز کردستان اعتصاب بود، معترض بودن، مغازه‌هاشون رو بستن. خب 4 روز اعتصاب میکنن، چرا ادامهش نمیدن؟ چرا پی کارو نمیگیرن؟ باش، پس مجوز میدید آقای امیر اگه مردم بخوان بیان اعتراض کنن؟ جانم چطور؟ مجوز میدن آیا مردم بخوان اعتراض کنن؟ نه مجوز نمیدن. اگه مجوز میدادن که مردم همین حرفشون میزن، وقتی مجوز نمیدن مردم دوباره مجوز نباید باشن. باید میان حرف مثل من میام حرفو میزنم. شما خوششانسید که ما اینجا هستیم به شما فرصت میدیم. تو ایران مشکل اینه که به مردم فرصت نمیدن. مرسی امیر که اگه از زنگ زدی. من زمان برنامه جوریه که باید بریم به بهروز سر بزنیم، چون میخواستم نظر مخالفم داشته باشم. به هر حال بریم به بهروز سر بزنیم، باز نظر کاربران رو بشنویم. بله، من حالا میخواستم این بخش رو کامل اختصاص بدم به فایل‌های صوتی، ولی از بخش بعدی کم میکنم اینجا، چون حالا بحث حضور موافقا شده. چند تا توییت رو با هم بررسی کنیم، بعد بریم فایل‌های صوتی رو بشنویم. همکارانم اگر توییتر آماده داشته باشن، خود مدیر پیام‌رسان سروش گفته که از وقتی رهبری فتوا دادن که تعرض به حریم شخصی در فضای مجازی حرام است، دیگر با خیال راحت به هیچ یک از درخواست‌های امنیتی پاسخ ندادیم. و خودش گفته تا قبل از این بوده تحت فشار بودیم برای اینکه اطلاعات بدیم، ولی دیگه از این به بعد پاسخ نمیدیم.
میثم هم میگه که عکسای مینو خالقی از کجا به دست خبرگزاری فارس رسید؟ عکسای شخصی کاووس امامی چرا از تلویزیون پخش شد؟ عکسای کاوه مدنی چطور منتشر شد؟ ترجیح میدم گوشی تلفنم رو آتش بزنم اما از پیام رسان داخل استفاده نکنم. و یکی از موافقانم میگفتش که تولید ملی من با افتخار استفاده میکنم. کاربری به نام اینجان فلانی هم میگه که آقای خامنه ای میخواد اگه میخواد از تولید داخل استفاده کنه بره پراید سوار شه، بالاخره نباید بین محصولات وطنی تفاوت قائل شد. بریم فایل صوتی رو بشنویم که دیگه داریم به اواخر برنامه هم نزدیک میشیم. اگر فیلترم بشه هر کی هیچ کی هم استفاده نکنه، من یکی از فیلتر شکن استفاده میکنم و از تلگرام استفاده میکنم و هیچ اپلیکیشن دیگه ای هم جایگزین تلگرام نخواهم کرد. همین کلیه ایرانیان و دوستان من فکر کنم اکثرشون یعنی همین عقیده من رو داشته باشن. اگر جمهوری اسلامی اپلیکیشن تلگرام رو فیلتر کنه، ما با استفاده از فیلتر شکن بازم به از تلگرام استفاده میکنیم و به هیچ عنوان میکنم به هیچ وجه از پیام رسان های جمهوری اسلامی استفاده نمی کنیم. چون به حریم خصوصی ما همیشه و همه جا دسترسی داریم. من فکر نمی کنم بتونم استفاده کنم از پیام رسان های داخلی. آخه خود حکومتمون غیر قابل اطمینانه، چه برسه به چیزایی که دست اونا ساخته شده. بعدش هم تمامشون مشکل دارن. مطمئنم برنامه‌نویسایی که این برنامه‌ها رو می‌نویسن مطمئنم پر از باگ برنامه‌هاشون و اطمینان نمی‌کنم. بله بریم به سراغ یکی از در واقع افرادی که به پیام‌رسان داخلی اعتماد نداره، آقای جمشید از تهران همراه ما هستن. آقای جمشید سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. نظرات بینندگان رو شنیدیم، بشنویم نظر شما رو. شب بخیر آقای سیگارچی. درود به شما. آقا من خیلی معذرت می‌خوام، من اگر برگردم دو کلمه حرف بزنم میترسم شما پخش نکنین. ملتی که میرن به حسن روحانی دور دوم دوباره رای میدن، بعد میان تظاهرات میکنن روز 22 بهمن. خب از این ملت چه انتظاری داری؟ نباید به حسن روحانی رای میدن، شرکت میکردن تو مسجد بالاشهر شب بستن رای میدن به حسن روحانی. آقای جمشید ببخشید، کل این مسئله رو، کل این داستان، چه در مورد فیلترینگ تلگرام، چه در مورد مثلا ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، چه در مورد اختیاری بودن حجاب، تمام مسائل مختلف، شما دولت ها رو مقصر میدونید؟ هم دولت هم مردمی که به این دولت های قلابی رای میدن. آها، یعنی دولت و مردم مقصرن. بله، مردم که میدن رای میدن. مسجدهای بالاشهر یه مقام بالاتر از همه داریم رهبر جمهوری اسلامی هستش، اون چی؟ ایشون خودش رئیس دیکتاتور هاست، دیکتاتوری رو بالا تبدیل میکنه تا اون پایین. اینو من به شما میگم، اگه تلگرام قطع شه من همین گوشی که دارم میزنم برمیگردم به گوشی قبل، این گوشی میزنم میشکنم استفاده نمیکنم برمیگردم به گوشی قبل. ولی من میگم اول رای نده، بعد تظاهرات نکن، میشه بهمن بشین خونت، میشه بهمن رایم نده، بشین این آقا بشین سر جاش دست بکشه از همه. مرسی از تو جمشید. بذار محمد هم از خوزستان همراه ما هست. محمد هم گفته که اعتماد نداره به پیام رسان داخلی. محمد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدی. سلام و خسته نباشی. درود به شما. آقا اینا هر چیزی که فهم مردم رو بالا ببره باش مخالفن. اینا که 70 میلیون ادعا میکنن طرفدار دارن، چه وحشتی دارن از تلگرام؟ بذارنش رفراندوم ببینن مردم چی میخوان. آخه آقای محمد ببخشید، حامیان این طرح اومدن گفتن که دشمن از این طریق نفوذ میکرد، بعد یه آقای دیگه هم که دو تا خط قبلی گفتن که مردم توی این پیام رسانه آزادن، هیچ مشکلی هم پیش نمیشه، و همه هم انتقاد کرد. آقا ما اسم بچه‌مون آزاد نیستیم بذاریم، چی آزادیم ما؟ بله، چه آزادی داریم متوجه. ما اینا خودشون انتخاب خودشون زیر سواله. خود اینا بذارن رفراندوم ببینن مردم چی میگن، مردم چی میخوان. مرسی از شما. محمد از خوزستان همراه ما بودید. خیلی فشرده شده ما دو برنامه، دوباره به بهروز سر میزنیم بعد برمیگردیم بازم به تلفن ها، این بار با نظر موافق میریم. بهروز بله، بدون مقدمه بریم دو تا فایل صوتی رو با هم بشنویم و برگردیم به تلفن ها. خب اگر تلگرام فیلتر بشه ما از یک نرم افزار دیگه مثل واتساپ استفاده میکنیم، یعنی به هر حال یه راه گریز و راه فراری پیدا میکنیم، چون رسانه های ملی که اگر بخوان استفاده بکنن چیزی شبیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سانسورای خیلی زیاد،
از ناچاریم که از یه نرم افزار دیگه مثلا مثل واتساپ استفاده بکنیم. فقط و فقط تلگرام اصلی. از 40 میلیون نفری که الان تو ایران عضو این سیستم هستن از تلگرام استفاده میکنن، شاید به جرئت بگم 1 میلیون نفر هم ازش کنارگیری نمیکنن. اونم فقط به دلیل عدم اعتماد به داخل و نرم‌افزارهایی که الان دارن ساخته میشن به اسمای سروش و گپ و سلام و اینا. همه میدونیم سایبر اینا کجاست، پس هیچ کس اطلاعش در اختیار اینا نمیذاره. تلگرام نشون داد که پایبند حریم خصوصی، ولی اینا نیستن، 40 سال نبودن. دوباره بریم به سراغی که از بینندگانی که موافق هستش، آقای سعید از کرج همراه ما هستن. آقای سعید شما با فیلتر شدن تلگرام موافق هستید؟ بله بله. میشه بپرسم چرا؟ چون همه کشور دیگه از خاطر مثلا داخلی خودشون استفاده کنن. روسیه هم که تلگرام فیلتر کرد میخواد در خودش یه برنامه پیام‌رسان داخلی بزنه. آلمان هم همینطور، ما هم میخواد برای خودمون پیشرفت کنیم. خب اینکه خیلی خوبه، اینکه میخوایم پیشرفت کنیم خیلی خوبه سعید، ولی خب چرا انتخاب رو مثلا پیام‌رسان سروش بیاد، تلگرام هم باشه مردم خودشون انتخاب کنن، چرا این کارو نمی‌کنین؟ چون مردم با این کار طرف پیام‌رسان سروش نمیرن. ما نمیریم پیام‌رسان سروش. خب چرا نمیرن؟ بله نمیرن. خب چرا؟ میدونم، منم میدونم نمیرن، برای همینه که دارن. خب چرا نمیرن؟ چه مزیتی تلگرام داره که سروش نداره؟ همه مزیت ها سروش داره، همه مزیت ها تلگرام داره. ما به خاطر این که تلگرام فیلتر چون میخواهم همین دولت و کشور خودمون پیشرفت کنه. میفهمم، این خیلی خوبه که شما میخواید پیشرفت کنید، اصلا این ایرادی نداره که، خیلی خوب پیشرفت کنید. میگم ولی مردم باید حق انتخاب داشته باشن دیگه، مگه نمیگی تو ایران آزادیه؟ بله هستش، تو ایران آزادی هستش. خب دیگه اگه آزادی باید بذاری مردم انتخاب کنن که بخوان تلگرام استفاده کنن یا سروش انتخاب استفاده کنن. خب خودشونو بکنن. ما که از من به شخصه از خب شما که دارید فیلتر میکنید آقای سعید. دست من نیست که، دست دولته. آها باش، مرسی مرسی از شما آقای سعید از کرج. بذاری یه خط دیگه بگیریم. خانم مریم از گیلان همراه ما هستن. خانم مریم سلام به برنامه، روی خط خوش آمدید. خانم مریم از مخالفان هستن و گفتن از پیام‌رسان داخلی استفاده نمی کنن. سلام، درود به شما، خسته نباشید، سپاسگزارم. ما تو بانکاشون هم امنیت نداریم، چه برسیم این که از اپلیکیشن داخلیشون بخواییم استفاده کنیم. اصلا میگه کسی شاید بخواد یه چیزای خصوصی داشته باشه واسه طرف مقابلش ارسال کنن، رابطه هایی که هستن، زن و شوهرها، خب اینا که با یه تار موی ما تعریف میشن، بس انتظار دارید که با اپلیکیشن سروشی که دارن یه عکس بدون روسری از ما ببینن تعریف نشن. خب اینا فقط میخوان اگه روسیه میومد، آقای فاروق میومد، اطلاعات ما رو در اختیار اینا قرار میداد، هم آدم خوبی بود هم ازش تعریف میکردن. پس اینا اومدن سلطن اومدن از این اپلیکیشن استفاده کنن که بفهمن که مردم دارن چی میگن و دارن چه کارهایی انجام میدن. حالا جدا از بحث جاسوسی که گفتی مریم بهش اشاره کردی، چرا اساسا مشکل داره با تلگرام؟ آقای سعید بیننده قبلی میگه ما میخوایم پیشرفت کنیم، میخوایم اپلیکیشن داخلی خودمون رو داشته باشیم، اما از طرفی هم خب گفتن آزادی هم داریم، ولی خب تلگرام باید ببندیم. این حکومت مشکلش با تلگرام چیه پس؟ ما که آزادی نداریم. خب اگه آزادی بیان داشتیم، من این دیمایی که مردم داشتن تو خیابون به جای اینکه به حرف مردم گوش دادن با نیروهای مسلح این جلوی مردم رو نمیگرفتن، درسته؟ اپلیکیشن سروش از اونجایی که ما خودمون نرم افزار خوندیم به این اصلا نمیشه اعتماد کرد. یعنی اینو کلا بحثشون اینه که همه جوره سرک بکشن، حتی تلفن های شخصیمون هم داره کنترل میشه. اصلا زمانی که داری صحبت میکنی میفهمی که تلفنت داره شنود میشه. خب وقتی امنیت آزادی بیان نداری، حتی سر کلاس دانشگاه نمیتونی به استادت ایدک رو بگی، اون یعنی آزادی؟ مرسی مریم، بذار به تهران بریم. آقای شاهین هم خیلی وقت پشت خط هست. شاهین هم از عزیزانی که گفتن که با از پیام‌رسان داخلی استفاده نمیکنه. آقای شاهین سلام، روی خط هستید. سلام، وقتتون بخیر. درود به شما، زنده باشید. بفهمید، بشنویم دیدگاه شما را آقای شاهین در مورد این اتفاق. بله، عرضم به خدمت شما که این آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و دیگران که در حال حاضر میگن
تلگرام رو بستن، تلگرام رو بستن، اینا نمیدونم چطور توی این مدت زمانی که این تلگرام اومده، یعنی تازه الان فهمیدن که این اطلاعات رو میدن به امریکا و میدن انگلیس و اسرائیل. ضمن این که این 40 میلیون کاربری که از اون هستن، تمام این اطلاعات رو جمع کنید، به چه درد ترامپ یا اون نتانیاهو یا اون یکی به چه درد اینا میخوره؟ شاین یه بحثی که هست، یکی از مسائلی که پالیسی های در واقع سیاست هایی که تلگرام داره اینه که حفظ امنیت کاربرانه، و شاید دلایل روی روی سخت روسیه الان با تلگرام همینه که این باج رو نمیده. مسئله این آخه میگم من کاربر آخه چه مسئله دارم که بخواد امریکا یا اسرائیل از من استفاده یا از اطلاعات من استفاده کنه؟ درسته. شاین بر بخش پایینه من یه بیننده دیگه بگیرم که از موافقان هستش. علی از تهران. آقای علی، شما با فیلترینگ تلگرام موافقید؟ من بله موافقم. آقای علی میتونم خیلی کوتاهش داشته باشم که چرا موافقی؟ تلگرام چه ایرادی داشته؟ از لحاظ ایرادی تلگرام یه بحثی که با هر کشوری باید یه پیام رسان داخلی داشته باشه. بله. این پیام رسان داخلی توی کشورهای دیگه، مثلا یه کشوری مثل روسیه، آقا اونجا هم این انجام شد دیگه، اونا هم بلاک کردن. یه کشور دیگه مثل فرانسه، آقا ما هنوز روی این پیام رسانی که سروش هستش هنوز ببین آقای علی تو روسیه حجاب زنان به هیچ کسی مربوط نیست، خیلی مسائل دیگه هم هست، این رو با هم قاطی نکنیم، در مورد ایران صحبت کنیم. باشه، خب من چند ثانیه مهلت میخوام که دلیلمو بیارم. بذار من فقط خیلی کوتاه بپرسم، زمانم خیلی کوتاه است. آخه شما که این برآورده دارید که یک سری مشکلات از طریق تلگرام برای ایران به وجود میاد، این تفکر حاکمیت هیچ وقت به این فکر کرده که ما که اینقدر آمار بد داشتیم تو تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و کشور در یک شرایط بدی به سر میبره، حالا که میگن تلگرام یا بیان تو سروش، خود این مقامات یه روز از ایران رو ول کنن برن یه پیام‌رسان به قول خودشون یه کشور دیگه بمونن؟ آقا الان یه چیزی که شما گفتید درسته، ولی من میخوام در مورد این بگم، یه پیام‌رسانی مثل سروش الان اطلاعاتی ازش لو رفته؟ بله، خیلی باگ‌های مختلفی داشته. آقای علی ببخش پرسید، من اومدم تو صحبت ها، خیلی باگ‌ها بوده صحبت. اون شماره تلفن کانال سروش آقای جهرمی خودش در اومد، بچه ها توی شما تو توییتر برید تو عکس‌های مختلف هست. زمان من کوتاست، من اینو دارم سریع تر حرف میزنم. چند مورد باگ هست، حالا من فردا اگر بشه بهروز یادم بریم تو برنامه یه مورد یه بخش کوتاه نشون میدیم. بریم به بهروز که بخش پایین رو برامون بگه. قبلا هم پخش کردیم، سریع بگم. شهروز از کردستان میگه با آزادی بیان مشکل دارن. راضی علیزاده از قزوین میگه عدم دسترسی حکومت به داده‌های مردم باعث فیلترینگه. بریم آخرین فایل صوتی ها رو بشنویم. اگر تلگرام رو فیلتر کنن مثل بقیه سایت هایی که فیلتر کردن و کلن کارشون فیلتر کردنه، ما از نرم افزار سیگنال استفاده میکنیم یا نرم افزارهای مشابه که ایرانی نباشن، اما سعی میکنیم از فیلتر شکن سایفون یا لانترن یا وی پی ان استفاده کنیم. من با یک نفر که تلفنی صحبت میکنم شیش دونگ حواسم جمع هست که یک موقع حرفی نزنم که برام درد سر بشه، و نگران این هستم که یک نفر شاید داره صحبتهای ما رو گوش میده، چه برسه پیام رسان داخلی که اجازه دسترسی میخواد به کارت حافظه من، به دوربین و میکروفون گوشی من، و حکومت داره میلیاردی هزینه میکنه، بودجه اختصاص میده که دنبال این هستش که تلگرام رو فیلتر کنه و پیام رسان داخلی خودش رو به ما قالب کنه. من قطعا به پیام رسان داخلی و به حربه‌های حکومت اعتماد نمیکنم. قابل توجه دسته از بینندگان که حامی حکومت بودن گفتن آزادی داره در ایران، اگر آزادی بود ایران در قعر جدول آزادی اینترنت در کشورها نبود، و البته میذاش هم سروش باشم تلگرام. خیلیاتون دنبال فیلتر شکن بودید، همین الان برید تو استوری اینستاگرام صدای آمریکا، اونجا توضیح داده براتون. تا برنامه بعد، خدافظ. خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.